بیا یکم از این میخوای؟ نه خیلی ممنون آقا. اگه دوست داری میتونی رمی صدام کنی. باشه همین کارو میکنم. منم وقتی هم سن تو بودم از طوفان میترسیدم. دوست داری آواز بخونی؟ چی؟ آواز خوندن رو دوست داری؟ منو که خیلی آروم میکنه، اونم تو شبای مثل این. چه آوازی میخوندین؟ یه لالایی، لالایی خودم. اون موقع ها نمیدونستم اصلش به کجا برمیگرده، انگار همیشه توی سرم بوده. توی اون جایی که زندگی می کردم همیشه داشتم برای روزت مهربون و صبورم زمزمش می کردم. بارها و بارها می خوندمش. بیا بریم روزت، می خواد بارون بیاد. توی شبای طوفانی مثل این مادرم، مامان، باربران همیشه مجبورم میکرد براش بخونم. منم همه چیزو فراموش میکردم و زمزمش میکردم. پدرمم سالها پیش رفته بود پاریس تا کار کنه. باباست؟ نه، تنها چیزی که ازش میدونستم از روی نامهایی بود که همکاراش برای مادرم میاوردن. متاسفانه یه روز یه نامه اومد که دوش نوشته بود توی محل کار یه حادثه وحشتناک براش پیش اومده. عزیزم، همونطور که دارم برات می نویسم به این پی می برم که احتمالا دیگه نتونم به عنوان یه سنگ تراش کار کنم، اما مطمئنم جون سالم به در می برم. وکیلم برای دفاع از من درخواست 400 فرانک کرده. بس اندازه این چند سالمون باید پاسخوی خواستش باشه. پول سری برام بفرست. عشق من دعا کن که این ضرر واسمون موفقیت آمیز تموم شه. فقط به خاطر اینکه با هم همسایه ایم دارم با این قیمت میخرم. فقط کسایی که تو روستا زندگی کردن میدونن توی این کلمات چقدر درد و رنج هست. گاوت رو بفروش. به شدت قلبم شکسته بود. روزت برای من فقط گاو شیرده نبود، بهترین دوست من بود، تنها دوستم. باورم نمی شد که از پیشم رفته. بعد از اون حتی یک شبم نبود که بهش سر نزنم. و راستشو بخواین حسابش از دستم در رفته که چند تا شلاق از همسایمون دزدیدم. حال آروم باش دختر، نگران نباش. Oh.
کی اونجاست؟ خواهش میکنم آروم بگیر. مشکلتون چیه؟ جروم، این رمی. رمی، میخوام با یه نفر آشنا بشم. حسن روز اینجاست. جرام حالا فهمیدم چرا پول نداشتیم هزینه ای وکیل رو بدیم. ماما اینطوری صداش نکن. نه اون نامانه توی، نه من بابات. چطور تونستی این موضوع رو ازم قایم کنی؟ تمام این مدت نگهش داشتی و همه پولامونو خرج اون کردی. من چیزی رو ازت قایم نکردم. تو بهم گفتی تا وقتی پدر مادرش بیان میتونم نگهش دارم. حتی پتوشم نگه داشتم تا وقتی اومدن تشخیصش بدن. کافیه. تا حالا به این فکر کردی ممکنه بعد این سالا دیگه بر نگردن؟ میخواستی چی کار کنم؟ منم باید ولش میکردم تو یتیم خونه؟ اگه اون موقع میذاشتیش الان راحت بودی. نمیذارم ازم بگیریش، میشنوی؟ هیچ وقت نمیذارم ازم بگیریش. چی گفتی ها؟ تو حق انتخاب نداری. چطور میتونی بهش قضا بدی وقتی پول نداری؟ نه تو هیچ حقی نداری، نمیتونی این کارو بکنی. میشنوی چی میگم؟ بست کن، برو بیرون، برو بیرون. اون باید بره از اینجا. گم شو. پسرم اون شب مادرم بعد از این که دلداریم داد داستانی رو برام تعریف کرد. 10 سال پیش یه روز صبح توی فوریه این اتفاق افتاد. اون روز جروم داشت میرفت پاریس سر کارش. اگه کوری لباسای گرون قیمت تو دید، جرون تصمیم گرفت به جای یتیم خونه بیارتت پیش من، به امید اینکه یه روز پدر مادر پول داره دنبالت بگردن. عزیزم خیلی بهش وابسته نشو، یه روز باید برش گردونی. من اسم تو گذاشتم رمی. رمی اسم بچه‌ای که از دست داده بود. رمی بیا، اینا برای توه، برای بچگیته. ببین من نمیخوام برم یتیم خونه، مظلومه رو ببره. خواهش میکنم نگران نباش عزیزم، نمیذارم این کارو بکنه. منو ببخش، منو ببخش. آروم باش.
رمی بلند شو عزیز دلم، یه چیزی میخوام بهت بگم. ما کل شب راجبش حرف زدیم، فکر کردیم شاید بتونیم بابت کل زمانی که اینجا بودی از شهردار پول بگیریم. اگه شهردار قبول نکنه چی؟ مگه این کشور قانون شهروندی نداره؟ ممنون مامان. بیشتری داریم، با اون همه پول ممکنه بتونیم دوباره روزتو بخریم، مگه نه؟ خیلی گاوه خوبیه، درسته خیلی میخورد ولی خیلی خوب شیر میداد. به نظرم حیف شد فروختیمش. چرا نمیریم تو؟ ما نمیریم شهرداری. چرا؟ پس داریم کجا میریم؟ خودت خوب میدونی داری میری یتیم خونه. ولی تو گفتی میریم. خفه شو. اونو بزنم گفتم که بذاری با هم بیای. تو شهرداری با آدمایی مثل ما اهمیت نمیدم. کل داری ممونیه که تو کیفمه، نمیتونم نگه دارم. داره دردم میاد. بس دیگه. نه بچه گراشی. رمی یکی بگیرتش. داری چه غلطی میکنی؟ برو بکن برو کنار. این بچه مرتکب چه جرمی شده که سزاوار خشم یه روستایه؟ با کمال احترام هیچ ربطی به شما نداره. یه بچه سر راهی از رفتن به یتیم خونم داره فرار میکنه. حواست به خودت باشه بچه، نمیخوای که به این دوستم بگم پاچتو بگیره. پس یتیم هم؟ بیا سر میز بشین و داستانتو برام بگو. تو میخوای از شر این پسر بچه خلاص چی؟ چون نمیخوای پول بیشتری خرجش کنی. ولی اصلا به ذهنت رسیده که اون میتونه برات پول در بیاره؟ پول در بیاره؟ یعنی چی؟ چطوری؟ 30 فرانک. نمیفهمم. خیلی ساده است. من پیشنهاد میکنم برای شروع این پسر برای یه سال اجاره کنم و اگر رضایتم رو جلب کرد بیشتر نگهش میدارم. خب چه میگی؟ 30 فرانک. فکر کنم پیشنهاد خوبیه. میبینید آقا، سن اسم شما چیه؟ ویتالس، ارباب ویتالس، هنرمند جاده ها و مربی حیوانات. شما با کپی و آقای اسکندر آشنا شدید. قنداسر هم صداش میکنن. ما تو سر تا سر کشور میگردیم تا برای زندگیمون پول در بیاریم. همونطور که میبینی به نسبت هم اوضاعمون خوبه. اما داشتم فکر میکردم یه بچه مثل این رنگ پریده و لاغر دقیقا همون چیزیه که لازم داریم. میفهم. اما سالی 60 فرانک. 30 فرانک. 55.
پند شد نه باشه قبوله. بیام اینجا گوش بدم. من نگم نه خودش گفت. فکر خوبی کرده. بیاین اینجا و بشینین کنار ما. اشکاتو پاک کن. حالا بهتر شد. بعد از اون هیچ وقت تونستین فرار کنی؟ توی نور روز این کار سختی بود. از طرف دیگه همون شب اول که پیشش بودم اولین قانون برای یه هنرمند دوره‌گرد یعنی که هیچ وقت بعد از رسیدن به شب توی جنگل نگردم. خودتو جمع کن. من نمیخوام بذارمت. من هیچ وقت قبلم یه بچه رو نزدم و قرارم نیست که با تو شروع کنم. بچه جان تو نمیفهمی که من برات چی کار کردم. من تو رو با خودم نیاوردم که عذابت بدم. اگه به خاطر من نبود تو الان توی یتیم خونه بودی. بیا you
اینجا ما لباسهایی رو پیدا میکنیم که درخور زندگی جدیدت باشن. ازشون راضی نیستی؟ چرا؟ فقط مردم به خیلی ظلم میزنن. مردمی که ظلم میزنن بهت. مبلغش میشه 10 فرانک. دارین پول خرج من میکنین؟ منظورت چیه؟ من شما دیروز اون 3 تا سکه نقره رو به بارباران دادی، امروزم تو مغازه آقای قند عسل از خوردن نون مونده خوشحال نیست. این یعنی شما به اندازه کافی پول ندارین، درست میگم؟ اعتراف میکنم به اون اندازه که تظاهر کردم خوب پول در نمیارم و حقیقت داره که من تقریبا تمام پسندازی که داشتم و خرج تو کردم. این کار کردم چون میدونستم تو یه روزی برام ارزشمند میشی. اون شب توی استبل آواز خوندن تو شنیدم، یه قلب پاک و یه صدای قشنگ به سختی با هم پیدا میشن. من تو رو از بارباران استخدام نکردم که کلا بچرخونی، استخدامت کردم چون میخواستم که بخونی. بخونم یعنی جلو مردم؟ ولی اونو مسخره میکنم. اگه با اونم به اندازه یک گاوت سخاوتمند باشی عاشقت میشن. کپتن کپی؟ آقای قند عسل، بیا اینا رو بگیر. ارباب بیتلس، حالا کار تو اینه که ببینی و یاد بگیری و کاری که بهت میگم رو دقیقا همون موقعی که بهت میگم انجام بدی. رامی افتی سلام خانم، روزتون بخیر آقایون. دنبالم بیاین بچه، دنبال موسیقی بیای. صاف ایسین خانوم ها، صاف ایسین آقایون، بیایی نزدیکتر بچه ها. یالا گوشاتون رو باز کنین، چشماتون رو گشاد کنید و دستاتون رو آماده کف زدن کنین، چون یک نمایش فوق‌العاده در حال اجرایه که توی فرانسه نظیرشو ندیدین. چی؟ حرفم باور نمی کنی؟ چی گفتی؟ خب خانم ها و آقایون، بزنید به این میمون جوان نشون بدیم که ما چه هنرمندای شگفت انگیزی هستیم. الان وقت ترسیدن نیست کپی، هیچ نترس، باید به دوستانمون سلام کنی. کپتن کپی، نوبت توه. آفرین کپی. ممنونم جنرال. بزن بریم کپتان. بچرخ بچرخ.
همینطور بچرخ بچرخ. آه کپتن از دست سرگیجی گرفته با آه همینه. یه بیه بپر بیه بیه آه براش دست بزنین یه دست حسابی. آه چی شده؟ پنجه درد گرفته؟ بیه بیه اینطوری خیلی نمیتونیم دور بریم. خب از اونجایی که صدمه دیده باید بکشیمش. تق این خیلی تصمیم بدی بود. بیا به دوستمون قوت قلب بدیم کپتن و با انرژی بلند شو. حالا گل سرسبد نمایشمون. مراقب باشید خانم‌ها و آقایون. برید عقب بهمون فضا بدین. بایستون جا بپر. آفرین بپر. دوباره بپر. آفرین پسر. حالا برو عقب تشویقش کنین متشکرم خیلی ممنون لطف کردین که تشریف آوردین. متشکرم. امروز توی نمایشمون باعث افتخاره که یک چیز لطیف رو ارائه بدین. صدای یک فرشته. فرشته ای که با صداش سخت‌ترین قلب‌ها رو آب میکنه. این پسر این اعجوبه امروز اولین بارشه که میخواد بخونه. پس تشویقش کنید حسابی. من باید چیکار کنم؟ معلومه باید بخونیم. خب برای اولین بار عالی بود. آفرین. داری چی کار میکنی؟ دارم هدیهاتو برمیگردونم. من که گفتم نمیتونم. ترس از واسه تازه کار عادیه. دفعه بعد هیچ دفعه بعدی در کار نیست. من هیچ وقت دوباره نمیخونم. میشنوی چی میگم؟ واقعا فکر میکنی من میذارم ترست استعدادتو به هدر بده؟ اصلا کجا میدونی من استعداد دارم؟ تو که فقط مربی سگایی. اینقدر سرم میشه که بفهمم کی با استعداد که نیست. تو باید آواز بخونی چه بخوای چه نخوای. نمیتونی مجبورم کنی. خودت قبلا گفتی تو حالا پسری رو نزدی. اگه مجبورم کنی یعنی خیلی خوب گفتی. در این صورت خودم شخصا میبرم یتیم خونه تحویلت میدم. دارم جدی میگم. آخه چه فرقی میکنه؟ این توی مگه نه؟ یه نوازنده ویولون؟ من بیشتر از این حرفا بودم. خودت بخون. هیچ‌وقت یاد نگرفتی بخونی ها؟ الان میگم چی نوشته. اونجا نوشته دیروز ویولونیست مشهور همراه پسر و همسرش وین را به قصد ونیز ترک کرد تا در مقابل بلند مرتبه ترین افراد جامعه ایتالیا بنوازد.
میدونی پسر، خیلی وقت پیش قبل از این که من فقط یه مربی سگ و میمون باشم، توی موسیقی برای خودم کسی بودم. برای همینم هست که امروز به نظر خودم جایگاهی دارم تا بتونم صدای عالی مثل تو رو تشخیص بدم. این چیه؟ اولین حرف الف و حرف ای هست. 25 تا دیگه هم هست. اگه تلاش کنی حروف و نحوه صحیح چیدنشون رو یاد بگیری، میتونی برای مادرت نامه بنویسی. حتی میتونی همراه نامه بخشی از درآمدمونم براشون بفرستی. در عوضش میخوام که سخت روی آواز خوندنت کار کنی تا بتونی چیزی رو که ازت میخوام به نحو احسن اجرا کنی. بایست منم بیام. E F G K L آفرین. P B A M L A H. مامان باربارانه عزیزم، اون روز که داشتم میرفتم دیدم چقدر استرس داشتی. امیدوارم الان حالت خوب باشه. حالا که میدونم چطوری بنویسم، هر چقدر میتونم برات نامه مینویسم. بارباران منو به ارباب خوبی قرض داد. ارباب خیلی خوبیه، هیچ وقت منو نمیزنه، نونشم با حیوانا تقسیم میکنه. تازه بهتر از همه اون داره به من یاد میده آواز بخونم. حتی میگه اگه یاد بگیرم جلوی مردم آواز بخونم پول در میارم. اگه پول دار بشم هر چقدر بخوای برات پول میفرستم تا بتونی روزتو بخری. دوست داره تو مامان بارباران مهربان رمی. اینم لالایی تو. این اتای کوچولو حاوی عمیق‌ترین احساسات تو هستن. همیشه نوشته رو نزدیک قلبت نگه دار. انجلینا ارباب، دیشب داشتین تو خواب داد میزدین اینزو و آنجلینا، اینا اسم همسر و بچه تونه؟ به خاطر اوناست که دیگه ویالون نمیزنین؟ و اینکه دیگه اون آدمی که تو روزنامه نوشتن نیستی؟ معذرت میخوام ارباب، نمیخواستم فضولی کنم. نه حق داری بپرسی. مشکل اینه که گاهی وقتا یه اسمای غمای قدیمی رو زنده میکنن. دیگه دربارش حرف نمیزنم.
اصلا ولش کن. چی داری بهم نشون بدین؟ تمرین آخرت. ارباب الان میخواییم چی کار کنیم؟ هیچی، فقط به من اعتماد کن. بفرما، حالا که تکنیکو فهمیدی باید دوباره کشف کنی که چطوری از ته قلبت بخونی. این عطر رو بکن. خونه این بوی شاوینانه. بخون. فهمیدم هیچ وقت دست از خوندن نمی کشم. پر بودم از حس غنی بودن، آزاد بودن و به اشتراک گذاشتنش. تو اون لحظه مطمئن بودم هیچی نمی تونه مجبورم کنه بذارمش کنار. وقتی تابستون رسید گروه ما تماشاچی های خودش رو پیدا کرده بود، به خصوص از بخش اداری انگلستان که به نظر می رسید پول زیادی برای خرج کردن داشتن. آفرین آقای قندرسنگ. چطوری؟ بیا پایین دیگه، حالا احترام بذار، احترام بذار. آفرین، زود باش، مثل یه جنرال انگلیسی. خانم ها و آقایون غذا آماده است. رمی میشه بیای کمکم؟ خیلی آثار دهنده است مکه، نه؟ ببینی دارن خوش میگذرونن و نتونی باهاشون بازی کنی با اینکه روز تولدته. چرا تو هم نمیری بازی؟ ببخشید من نفهمیدم معلولی، شرمندم. من اصلا نمیخواستم ناراحتت کنم، ببخشید، شرمندم. اگه قیافتو میدیدی. خیلی هم خنده دار نیست. خیلی خنده دار بود، اعتراف کن. بزنی بازی کنن لطفا. متاسفانه خیلی نمیبینم که دخترم بخنده. اگه میتونستم را برم با اونا بازی نمی کردم. آخه میدونی اونا خیلی حوصله سر برن. اون روزا من خوشحال ترین پسر کوچولوی دنیا بودم. اون چش بود؟
یه بیماری کمیاب داشت به اسم درد دنبالچه. اینقدر درد زیادی رو تحمل میکرد که نمیتونست تکون بخوره، چه برسه به این که را بره. اسم من لیزه. اسم منم رمیه. بعدش اونو دیدی؟ دیدم، اما نه تو شرایطی که دلم میخواست. اون زمان هنرمند خیابونی بودن برای ما، با اینکه باعث یه سری آشنایی‌های خوشایند میشد، درد سرای دردناکی هم داشت. وایسا. خانم آقایان، لطفاً تشویق کنید، تشویق کنید، تشویق. تمومش کنید. ارباب من قبلا در مورد کسایی که خوشی‌های عالمو خراب می‌کردن بهم هشدار داده بود. اونا فکر می‌کردن هنرمندای خیابونی چیزی جز گداهای بدبخت نیستن که پول شهروندای صادقو می‌دزدن. میشه مجوزتون رو ببینم؟ مجوزمون؟ مجوزتون از شهرداری که بهتون اجازه میده توی این شهر اجرا داشته باشی، اونم با حیوانایی بدون قلاده یا پوزه بند. خدای من نمیدونستم که ما به مجوز نیاز داریم. واقعا مطمئنین که ما به یه همچی چیزی نیاز داریم؟ قضاوت من رو زیر سوال میبریم؟ نه، معلومی که نه، اما فقط این که من هر سال اینجا نمایش برگزار میکنم و این اولین باریه که حرفی از مجوز میشنوم. پس به این تخطی اعتراف میکنم. بله بله، من در جریان نبودم و البته برای این که اصالتمو ثابت کنم همین بعد از اون میرم به دفتر مربوطش. خیلی خوبه، ولی الان باید براتون احضاریه بنویسم و حیواناتونو ببرم. ساکت. ولی من همین الان بهتون گفتم که من از این قانون بی اطلاع بودم. این دلیل نمیشه که نقضش کنید. آخری محترم، باید الهی داشته باشه من بهتون اطمینان میدم که سگ من آثارش به یک مورچه هم نمیرسه. منتظر چی هستی؟ از ظاهرش معلومه چقدر آرومه. آرومش کپی. صبر کنید، صبر کنید آقا. جناب سروان، خواهش میکنم بلش کنید. کار من داشته باشه فلش کنید. رمی فرار کن. ارباب رمی تو برو فرار کن. من بازداشتت میکنم، ببرینش. یکی از اون دوتا شناگر به هم گفت عمقش چقدره. من که خیلی تعجب کردم، باورم نمیشد اینقدر عمیق باشه. بعد از شنیدن صحبت‌های شاهدان بسیاری که ادعای بیگناهی مظنون رو میکنن، دادگاه ارباب ویتالیس رو از اتهام به هم ریختن آرامش عمومی تبرئه میکنن. هرچند ما برای کسب اطلاعات باید سابقه شما رو بررسی میکردیم و خب تا حدی غافلگیر شدیم. تمام اطلاعاتی که در مورد هویت شماست تقلبیه. در صورتی که اسم واقعیتون رو بگین و سابقه شما پاک باشه، دادگاه تمایل داره که به شما آسون بگیر. آقا چرا حقیقتو بهشون نگفتی؟ کاملا غیر ممکن بود. هرگز کسی نباید بفهمه، هرگز. به خاطر کی؟ اینزو و آنجلینا؟ چرا هیچکی نباید راجع به اونا باهات حرف بزنه؟ چون من اونا رو کشتم. من اون موقع مردی که تو امروز میشناسی نبودم. من مغرور بودم، خودخواه و متکبر. خانوادم حسرم و سر می برد. من اجتماعی فاخر رو ترجیح می دادم که می دونستن چطوری ازم تعریف کنن. هر شب با وجود اختلاف هایی که باشون داشتم، این زوی بیچاره من همیشه یه شم برام می زاشت تا بتونم برم به سالن نشیمن. هیچ کس واقعا نمیدونه چی شد. ممکنه باد زده باشه، شاید شم روی فرش افتاده بوده.
من هر کاری از دستم برمی اومد کردم، اما آتش خونه منو بلعیده بود. من پسرم وقتی 10 سالش بود دفن کردم. تو قبرستان پرستارش آواز بچه گونه مورد علاقش رو میخوند، یه لالایی که من مشهورتر موسیقی دان کل ایتالیا قبل نشنیده بودمش. اما البته همه تظاهر به همدردی میکردن، اما هیچ کس شک نداشت که تقصیر منه. شاید فکر کنی که حرفه من به انتهاش رسیده بود، اما نه، برعکس. ولی تا به محضی این که مردم شنیدن من دوباره به صحنه برمیگردم فروخته شدم، تماشا چیا دیوونه شده بودن. اونا به شدت میخواستن اونجا باشن تا تولد دوبارمو ببینن. اون موقع بود که تصمیم گرفتم تمومش کنم، همه چی رو تموم کنم، و تصمیم گرفتم دیگه هیچ وقت فیولون نزنم. زندگی که امروز دارم مجازات منه برای اینکه نتونستم نجاتشون بدم. وقتی بیای بیرون من اینجا. رمی خوابی؟ اینجا چی کار میکنی؟ دلم برای تنگ شد. به نظر میاد اینجا راحتی. تو نباید اینجا باشی. هنوز هیچ کی بهت نگفته نباید تنهایی تو قایق این ور اون ور بری، خطرناکه. این یه پتوی بچه گونه است. به اون دست نزن. ببخشی. وقتی تو بچگی پیدام کردن این دورم بود. من هیچ وقت در مورد داستانم به کسی چیزی نگفته بودم. بعدش اون منو آورد پیش خانه اربابم. اون از من مراقبت کرد. اما هیچ نمیدونستم که چقدر احتیاج داشتم راجبش حرف بزنم، و این طور بود که با شکوه ترین تابستان عمرم شروع شد. بذار الان نشونت میدم. ما قراره با هم کلی ماجراجویی داشته باشیم. آره، همونی که اونجاست. اونجا اونو میگه. آره خودشه. خیلی خوبه. این همونیه که عکسش تو کتاب بود، یادته؟ کدوم؟ من که ندیدم. ارباب ساکوروس؟ دارم اسمشو درست میگم؟ ارباب ساکوروس؟ ارباب ساکوروس که تقریبا مرده به نظر. چی شده کپی؟ کپی؟ یا اینجا! یا اینجا پسر! یا اینجا! یا! ارباب! آره خودمم، خودم! ارباب! من دوست دارم رمی با ما بمونه.
رمی کاملا لیزو متحول کرده. متوجه ارتباطشون که شدین. دخترم به زودی قراره وارد دوره آموزشی بشه. میتونه تو دروس نوشتاریش که سختن کمکش کنه. و بعدش؟ بعدش؟ وقتی که توی درس نوشتاری کمکش کرد؟ صادقانه بگم فکر کردم رمی با ما بمونه و اگه شما مخالفتی نداشته باشین آموزش های لازم رو ببینه تا مستخدم شخصیش بشه. آواز خوندنش چطور؟ آواز؟ آواز خوندنش. رمی توی این زمینه استعداد اشتیاق زیادی داره. پس اگه اینطوره بهتره راجبش جدیتر صحبت کنیم. مادام درسته که زندگی که شما قالشون میدین راحته و خیلی کم خطرتر از چیزی که من بهش پیشنهاد میدم. هرچند که به نظر نمیاد شما عظمت این بچه رو درک کنید. شما به پسر این فرصت رو میدین تا توی بخش خدمه های خانوادتون ترقی کنه. زندگی که اون با من داره سخته، اما شخصیتش رو شکل میده. و حتی اگر راه هایی که به زندگی شما میرسه مشکل به نظر برسن، من باور دارم که یه روز اون میتونه از در جلو وارد بشه. حالا شما پیشنهاد میدین که اون در بهترین حالت بشه همراه دخترتون، و من میخوام اگه اون یه روز خواست این فرصت بهش داده بشه که ازتون خواستگاریش کنه، اونم با افتخار. به نظر میاد شما دنیای ما رو خوب میشناسید ارباب ویتلس. پس متعجب نمیشین اگه بگم آیندهش خیلی خوشبینانه نیست. چرا؟ هر دفعه که آواز خوندنشو میشه و متعجب میشم. به هر حال این که با شما بمونی یا با من بیاد انتخاب خودشه. ولی اون یه بچه است. بله اون یه بچه است، اما بچه‌ای که بیشتر از خیلی از بزرگترها تجربه داره. میای منو ببینی؟ بهت قول میدم. شب بخیر لیز. شب بخیر رمی. هر روز می دیدم که اربابم کمتر و کمتر سرزنده است. اون اونقدر ضعیف شده بود که یه روز حتی نتونستیم به مقصدی که همون روز صبح تعیین کرده بودیم برسیم. Thank you.
تکون بخور. جبی جبی نه. عجله کن پسر بادو. بیا تو. لیز عزیز دلم، چرا نمیای پیشم توی دوخت و دوست کمکم کنی؟ این عین همون پارچه رمیه. حتما داری اشتباه میکنی. این پارچه‌ای که اینجاست از معروف‌ترین طرح‌های لندنه. شک دارم رمی رو به فرزند خوندگی گرفته بودن. فرزند خوندگی؟ منظورت چیه؟ بهترین اتاقی که دارین لطفا. با دانش و کمی که از طب حیوانات دارم میتونم بگم که زاتوریه گرفته. گرم نگهش دارین و دعا کنین. چند وقت دارین سرفه میکنین؟ چیزی نیست. بذارین معاینتون کنم، پول بیشتری هم بابتش نمیخوام. میدونم چه بیماری دارم، واقعا چیزی نیست. خدا نگهدار. چند وقته که مریضین؟ چند هفته است. با به این زودی سرفه خونی میکنین؟ خودتون میدونین اگه سریعا درمان نشین عواقبش چیه؟ بله. بسیار خوب. اگه نظرتون عوض شد برای زنگ زدن به من درنگ نکنین. ممنونم دکتر. صمیمانه خواهش میکنم، سلگ درمان نشه سریعا باعث مرگ میشه. خدا نگهدار. چطوری میخوایم هزینه اتاقو بدیم؟ ما حتی پول نداریم نون بخریم. من از صاحب میمون خونه تقاضای اجرای نمایش کردم. ولی این غیر ممکنه. ما رو ببین، ما چه نمایشی میتونیم اجرا کنیم؟ لازم نیست نگران باشی، امشب خودم اجرا میکنم. شب شما بخیر. اتاق عالیه. ممنون. ممنونم. خانم ها و آقایون عقب نایستید، هنوز در ردیف اول جا هست. سر جاهاتون بشینین لطفاً. امشب یه اجرای خیلی خاص داریم که بعد استثنایی باشه، چون تشکیلات ما میزبان هنرمندیه که شهرتش جهانیه و پیشنهاد ما رو قبول کرده تا امشب برامون اجرا داشته باشه تا دقایق دیگه برنامه شروع میشه. خیلی خوب، اصلا اون پر انتظار دارم چهل فرانک توی کلا جمع شه. چهل فرانک؟ از اینه یک هفته اتاق. ولی ما که تا حالا بیشتر از 20 در نیاوردیم. تو خیلی مریضی.
داشته باش. فقط 26 فرنگ در آوردیم، اما کاسه پر شده. ولی پر از پول خورده. چطوری وقتی نمیتونیم حتی پول اتاقو بدیم قراره قند عسل نجات بدیم؟ معذرت میخوام، فقط اومدم بهتون بگم کارتون عالی بود. خیلی لطف دارین مادام که اینو میگید. شاید باید بهتون پیشنهاد بدم. نه، منو ببخشید. میدونین، خب راستش منم یه نوازندم و یادم میاد چی باعث شد دلم میخواد دنبال این حرفه برم. من فقط یه دختر کوچیک بودم و اون شب کارلو بالسامی بزرگ میلان زسکالا رو بی نظیر نواخت. فقط اگه میدونست که چقدر اون کنسرت منو تکون داد، فکر نمی کردم دیگه این حس رو تجربه کنم تا امشب. معذرت می خوام، من اون مرد نیستم. من فقط یه نوازنده یه پیش پا افتادم که چند تا تکنیک برده که ممکن جمعیت رو سرگرم کنه. در این صورت ببخشید که مزاحم شدم. اگه شما اون مرد بودین، میخواستم همدردیم و بابت اتفاقی که تو اون سالا براتون افتاد ابراز کنم و بابت سکوتی که تصمیم گرفتین اختیار کنین براتون احترام قائلم. آریودرچی، بونانوت سینیوره.
سکه لویس؟ اون به همون یه سکه طلا داد. میتونم زمستانو توی اتاقمون سپری کنیم. حداقل نجات پیدا کرد. بیا بریم کپی. بریم کپی. حالا یه نفس عمیق بکشه. بسیار خوب. میتونین لباستون رو بپوشین. ای پسر. امروز صبح برات یه نامه اومد. ممنون. از همین امروز تو بیمارستان بستریتون میکنم. نه شما خیلی وقته که این بیماری رو بازی گرفتین ارباب ویتالس، حتی اگه حس کنین که به اندازه کافی برای مبارزه باش قوی هستین، بازم سل خیلی وقته که هست. به عنوان پزشکتون وظیفمه بهتون بگم اگه فوراً یه درمان جدی شروع نکنین نمیتونم تضمین کنم بعدم بتونین درمان بشین. رمی، ما باید حرف بزنیم. چی شده؟ رمی عزیز، نمیتونم خوشحالیمو وقتی که نامتو دریافت کردم وصف کنم. نه فقط به این خاطر که منو از حالت با خبر کردی، به خاطر این که عمیقاً میترسیدم آدرستو نداشته باشم تا بتونم چیزی که میخوام بهت بگم و اعلام کنم. به نظر میاد منو مادرم با لدینیتو پیدا کردی. رمی رو به فرزند خوندگی گرفته بودن. فرزند خوندگی؟ منظورت چیه؟ باربارانا والدین واقعی اون نبودن. اونو وقتی نوزاد بوده توی فرانسه پیدا کردن. اون دقیقا همین پتو دورش بود. خودم این پتو رو توی اتاقش دیدم. حتی مارکش هم از روی پارچه کنده بودن. انگار نمیخواستن رمی بفهمه پدر مادر واقعیش کیان. مادرم در جا فهمید که اگه پتو در اصل از لندن اومده باشه، شاید تو هم متعلق به اونجا باشی. مادرم داستان تو رو به همه ی دوستاش گفت و چند هفته بعد یه وکیل به نام جیمز میلیگان راجع به تو به ما نامه نوشت. بازمون خواست وقتی با ما تماس گرفتی مطلعش کنی. مادر پدرم، مادر پدر واقعی. چی میتونم بگم پسر؟ راه میافتیم. ممنونم، ممنونم ارباب. کپی بی بغلم. قرار پدر مادرم ببینی. ممکنه ببینمش لطفاً؟ بابت حضور این دو پلیس معذرت میخوام.
تلاش برای حق بازی بعد از ناپدید شدن نوزاد دریسکو کم نبوده. دریسکو؟ عجب، به نظر میاد تو همونی. واقعا؟ آقا دریسکو اسم پدرمه؟ نه تنها فقط پدر داری، بلکه مادر، برادر و پدر بزرگ هم داری. و من از زمان ناپدید شدنت نماینده خانواده بودم. حس میکنی آماده ای که ببینیشون؟ خدای من پسرم بار رمی، رمی صداش کنید اگر امکان داره. رمی البته. اون زن همیشه عاشق من بود. پسرم قانع شده بود که ما قرار ازدواج کنم، نمیتونست به خودش بقبولونه که من زن دیگه یو بجز اون دوست دارم. منظورم مادر زیبات. وقتی من و همسر عزیزم بچه دار شدیم، اون یه فرصت دید تا انتقام بگیر و ما دو تا رو مجازات کنه. پدرم داستان دزدیده شدن منو تعریف کرد، داستان یک زن حسود پر از نفرت که چون باهاش ازدواج نکرده بود میخواست انتقام بگیره، و به خاطر همین وقتی من 6 ماه بودم مرا دزدی. ما همین سر نخوای موجود رو بررسی کردیم، هرچند جستجوی ما تو فرانسه پیش نرفت، ما هرگز فکر نمی کردیم تو رو انقدر دور از ما برده باشن. بعد از یه مدت ما قبول کردیم که تو مردی. شما بیه زن اشاره کردین، اما جرم بارباران شهادت داده که اون موقعی که بچه رو برداشته یه مرد رو دیده که داشته میرفته. شاید یه همکار داشته، کی میدونه که بالاخره ما میفهمیم یا نه. درسته، میفهمم که تو ترسیدی، تو ما رو نمیشناسی و احتمالاً تمام چیزی که داری میگی ما نمیفهمی، اما مهمترین چیز اینه که برگشتی پیش خانوادت. نه بله، حق با شماست. تو اینجا میخوابی؟ از اونجایی که انتظارتو نداشتیم فرصت نبود بخوایم اتاقی در حد و اندازه تو آماده کنیم. تو خوبی؟ خوبم، اینجا خیلی قشنگی. من سریع لندن سرک نمی کنم، جای دوری نمی رم.
نه. میدونم تو خیلی مریضی، دستمال تو دیدم، تو باید برگردی مهمون خونه دکتر ببیندت. خب یادت راجب لالای چی بهت گفتم؟ این نماینگر هویت واقعی توه. من تا ابد نگهش میدارم، بهت قول میدم. خدا نگهدار ارباب ویتالس، و ممنون که پسر رو به سلامت به ما برگردوندید. بلش کن بسید. اونجا داری چی کار میکنی؟ آخ 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 پیتر کوچولوی بد من، میترسم صندوق گنجینه هامونو پیدا کرده باشی. پیتر تو قبلا گفتی پول. نو معلومه که اونا پدر مادر واقعی نیستن. خوبه، به نظر این کمتر زمان میبره. بله خیلی عالی. حالا فقط بهتر خفش بگردم، یه جوری کتکت بیزنم که یادت نره. بساره تو یه جوری مجبورم کردی با دوام که همین الان بکشش. چی؟ بکشش بره، قرارمون همین بود. اگه اینطوری حالت بهتر میشه قبلش بیهوشش کن. تمومش کن، بکشش.
تپی. مجم یه کاری بکن. سکت بشین. تو کی هستی؟ چرا میخوایم بچه رو بکشی؟ آروم باش، آروم باشین. وکیل هست که مسئولشه. ویلیکان؟ درسته، خانواده واقعی پسر اونه. اون هموشه، همش راجع به ارث و میراثه. وقتی پدر واقعی بچه مرد همه چی باید به میلیگان میرسید. مشکل اینجا بود که زن متوفا صاحب بچه شده بود. آره، حقیقت اون وارث واقعی ثروته. وقتی اون به دنیا اومدم اوش اومد که منو ببینه. وقتی بخوانی یه نفر حساب کسیو برسه، این منم که میام به دیدنش. قرار بود وقتی خواب خفش کنم تا مردم فکر کنن یه مرگ طبیعیه، ولی تو لحظه یه آخر نتونستم انجامش بدم. من میتونم یه آدم بزرگ و ناپدید کنم، مشکلی نیست، اما یه پسر کوچولو، هر حسیم که داشتم باید سریع ترین کار رو انجام میدادم. برای امینم ترجیح دادم تا جایی که میتونم به دور دست ببرمشو مارکم از روی پتو ببرم تا کسی نفهمه از کجا میاد. اگه کوری و این خانم، خانم میلیگان، کجا میتونم پیداش کنم؟ او نه، امکان نداره یک کلمه هم از دهنم. گفی میل پارک میلیگان نزدیک روستای بارنت، به زور 2 ساعت از لندن فاصله داره، از جاده شمال باید بمی. الان از اینجا میریم. کپی پسرتون رو وقتی ما از اینجا دور بشیم ول میکنه. شنیدی؟ کپی بیا بیا. کمک کنی از اینجا کجا میری؟ مادرش پیدا کنی. بیا ادامه بده، به زودی میرسیم اونجا. امکان نداره، برف داره خیلی شدید میشه. بهم اعتماد کن امی، من قبلنم توی طوفانایی مثل این بودم، اما مثل الان مریض نبودی. بیا رمی ادامه بده. ارباب، ما نمیتونیم، ما نمیرسیم. میرسیم، میرسیم رمی. رمی بیدار شو، تو چیزی نمیشه، تو خوب میشه، تو چیزی نمیشه. تقریبا رسیدیم خونه. ما رسیدیم.
رمی، آره رسیدیم، موفق شدیم. حس میکنی الان چقدر گرمه؟ آره. به خاطرش همین است، تو یه لحظه دیگه آتیش سوزانتر میشه و تا هم گرمتر میشی. بیا اینجا پسر. خدا نگهدار دوست من. داره میره، کپیا میگه. واسه اون نگران نباش، اون برمیگرده. میدونی چی منو خوشحال میکنه؟ این که آهنگ رو برام بخونی. مجبور نیستی خیلی بلند بخونیش، فقط برای این که بتونم صدا تو بشنوم. یکی اون بیرونه. ارباب، 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 ارباب. بابم کجاست؟ واقعا متاسفم پسرم. بذارین استراحت کنه، هرچی لازم داشت براش ببرین. بسیار خوب خانم میلیگان.
بیدار شده؟ بله. خوبه، پس میتونه الان با من بیاد. نه عزیزم، به نظر متوجه نیستی که این رزل کوچولو و اربابش سعی کردن تو رو گول بزنن. چرا متوجه هستم، اما بازم اون یه بچه کوچولویی که تازه عزیزشو از دست داده. تو خیلی نسبت به این مجرمایی که با سوگ تو بازی میکنن بخشنده ای. برای چی اینطور اینقدر ناراحت میکنه؟ این اولین باری نیست که همچین اتفاقی میفته. از اونجایی که این وظیفه منه که مراقبت باشم، هیچ کس نباید اینقدر بهت نزدیک بشه. خب خودتو نگران نکن، به محض اینکه سر پا بشه میفرستمش پیشت. خوبه، منو خیلی منتظر نذار مری. بهتره که این لباسا رو بسوزونیم و برای این بچه لباسای جدید بگیریم. نه لوسی، فکر کنم خوشحال شه لباسای خودش رو ببینه. این دیگه چیه؟ توی پیراهنش بود. فکر کنم براش خیلی مهم باشه خانوم. مادام، همه چی مرتبه؟ مادام، صبح خیر موسیو، امروز حالتون چطوره؟ خوبم، بهترم. در این صورت فکر کنم خانم خوشحال میشه که بتونه باهاتون صحبت کنه. بله البته. اینجا اتاق پسرم بود، ولی مدت کمی صاحبش بود. هر سال من دوباره میچینمش، وسایل جدید میخرم، دکوراسیونش رو عوض میکنم و سعی میکنم تصور کنم چه اسباب بازیایی رو دوست داره، یا شب و موقع خواب دوست داره چه داستانی رو براش بخونم. اینجا جاییه که برای آخرین بار دیدمش. بهار که بیاد میشه 11 سال. هنوزم یادم میاد با چه آوازی اونو تکون میدادم تا بخوابه، آوازی که از مادرم یاد گرفتم. و تا امروز فکر میکردم فقط منم که اونو به یاد داره. پسر کوچولوی من، پسرم، و اینطوری بود که من مادرم، خانوادم و جایگاه اجتماعیمو پیدا کردم. امیدوارم عموتون به سزای کارش رسیده باشه. همینطورم شد. اون زمان طولانی رو تو زندان گذروند و بعدش از انگلستان تبعید شد و در نهایت من به آرزوی اربابم احترام گذاشتم و با اسمی که به عنوان یک هنرمند دورگرد انتخاب کرده بود دفنش کردم. کسی که منو از زندگی فلاکتبار نجات داد. از اون زمان من هر روز در آرامگاه ابدیش حاضر میشم تا یادش کنم. پس خانم باربارن چی شد؟ اونم با شما زندگی میکرد؟ نه بیتی، ولی بهش این پیشنهادو دادم، ولی اون ترجیح داد همونجا بمونه. رمی، رمی،
و وقتی همسرش مرد اون اومد اینجا زندگی کنه تا بتونه به تازه وارد خوش آمد بگه. بله فکر کنم دیگه وقتشه بریم بخوابیم. شب همتون بخیر. شب بخیر آقای میلیگان. 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 شب بخیر لیز. شب بخیر رمی.